سرمای شدید در غزنی جان یک مرد را گرفت. طالبان از آغاز کار استخراج یک معدن زغالسنگ در هرات خبر دادند. اگر زمینه مساعد شود بیش از یک لشکر استشهادی از افغانستان به حمایت مردم غزه می روند. و همچنان در پایان حادثه نهایت حیاتی و مهم که با زندگی هر افغان گره خورده است. مشروع خبرها منابع ملی در غزنی می گویند که یک مرد در ولسوالی اجرستان این ولایت در پی سرمای شدید جان باخته است. منابع تایید می کنند که این مرد ناوقت روز سه شنبه در کوتل خون از مربوطات ولسوالی اجرستان از سر برفباری شدید جان باخته است. با گفته منابع این مرد با دو تن دیگر می خواستند که از یک روستا به روستای دیگر برای خرید مواشی بروند، اما در مسیر را در برف گیر مانده بودند. منابع تصریح می کنند که دو مرد از این رویداد نجات پیدا کرده است و طالبان به گونه رسمی در این مورد چیز نگفته است. گفتنی است که در پی برفباری های سنگین در جریان هفته جاری در غزنی، راه های مواصلاتی چندین ولسوالی این ولایت برای رفت آمد بسته شدند و تا اکنون بازگشایی نشدند. طالبان از آغاز استخراج یک معدن زغالسنگ در هرات خبر دادند. مقام‌های ملی طالبان از آغاز کار استخراج معدن زغالسنگ مسجد چوبی در ولایت هرات خبر داده است. ریاست معدن پترولیم طالبان در هرات گفته است که قرارداد استخراج این معدن به شرکت خصوصی سپرده شده است. معدن زغالسنگ مسجد چوبی در ولسوالی کرخ ولایت هرات موقع دارد. با گفته طالبان هر تن زغالسنگ این معدن به ارزش 2200 افغانی قرارداد شده است. طالبان در بیش از 2 سال گذشته چندین قرارداد را در عرصه کندنکاری و استخراج منابع زیرزمینی با شرکت‌های داخلی و خارجی به امضا رساندند. اگر زمینه مساعد شود بیش از یک لشکر استشهادی از افغانستان به حمایت مردم غزه می روند. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه و سفیر ایران در کابل ادعا کرده است که هرچند افغانستان در مسیر دورتر از غزه قرار دارد، اما اگر نیاز باشد و زمینه‌اش مساعد شود بیش از یک لشکر استشهادی از این کشور به حمایت از مردم غزه خواهند رفت. قومی نظرات را در یک برنامه زنده تلویزیونی که روز سه شنبه از طریق یک رسانه ایرانی منتشر شد مطرح کرده است. او میگوید آنچه ما میبینیم افغانستان بخشی از محور مقاومت است. ایران گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت خود که در برابر آمریکا و متحدانش در منطقه حملات را انجام می‌دهد، محور مقاومت عنوان می‌کند. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که در بیشتر از 2 سال گذشته حکومت ایران وارد مناسبات متفاوت با طالبان شده است. هرچند ایران رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت افغانستان در تهران را به نمایندگان طالبان واگذار کرده و سفارت و نمایندگی‌هایش را در شمار از ولایت‌های کشور همچنان باز نگه داشته است. مولوی هارون مسئول استخبارات شهر بزرگ بدخشان از سوی چریکی های جبهه مقاومت ملی کشته شده است. طالبان در مورد چیز نمیگوید. این در حالی است که جبهه مقاومت ملی افغانستان در صفحه رسمی تویتر خود بیانیه صادر کرده بود که میگوید در حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی در کابل 4 طالب تروریست کشته و زخمی شده است. نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان برای قرارگاه دشمن در سایه برشناکود از مربوطات حوزه 7 شهر کابل حمله کرده بودند که در نتیجه آن 4 تن آنها کشته و زخمی شده است. در سایه متذکره گذرگاه تعمیر وسایل نظامی دشمن موقعیت دارد. طالبان در مورد همیشه خاموشی اختیار کردند. مسئله فراتر از فدرالیسم. نگاه اجمالی به وضعیت افغانستان نشان می‌دهد که این کشور همواره با دور باطل از دست به دست شدن قدرت روبرو بوده است. فرد یا گروه قدرت را تصاحب می‌کند و دولت تشکیل می‌دهد و دیگر از راه می‌رسد و دولت بر حال را به چالش می‌کشد و اقدام به براندازی می‌کند. دیر نمی‌پاید که نظام سقوط می‌کند. برآمد این تکرار فاجعه بی‌پایان است که مردم این سرزمین سایه افگنده است. اینجاست که هر مردم متوجه می‌شود که جایی از کار می‌لنگد. شاید به همین دلیل امروز همه به این باورند که اگر رای حل سراغ نشود این چرخ باطل همچنان تکرار خواهد یافت. سخن آقای بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که افغانستان را کشور مغضوب خدا خوان، بیانگر دیدگاه و واحد قدرت‌های جهانی است مبنی بر این که رای حل افغانستان فراتر از حمایت یا عدم حمایت از حاکمیت کابل و آوردن این یا آن گروه می باشد. با اصطلاح و جولان طالبان بر افغانستان و بروز بدبینی جهانیان نسبت با این کشور اخیراً یکی از مجامع سیاسی فدرالیسم را به عنوان رای حل برای آینده افغانستان پیشنهاد کرده است. هرچند این رای حل دهها قبل مطرح شده بود، اما برای اولین بار است که گروه های سیاسی در سطح گسترده از آن حمایت میکند. این مجمع اعلام کرده است که میخواهد نظامی به وجود آید که به گروه های اجتماعی در مناطق و محلات قدرت و اختیار بدهد. در آن صورت ضمن این که عدالت، دموکراسی و ثبات سیاسی بهتر تامین شود، افغانستان از تجزیه احتمالی هم رهایی می‌یابد.
هرچند دموکراسی ها در مقابل زور خشونت آسیب پذیرند، اما اغلب نظام هایی که به معاملات نقش بیشتر داشتند از توسعه و امنیت کارایی بهتر برخوردارند. مراکز اکادمیک نیز به این نتیجه رسیدند که اگر مردم در معاملات نقش بیشتر در تصمیم گیری داشته باشند و بتوانند نهادها را خوب انتخاب کنند، نظام حاکم از مشروعیت بیشتر برخوردار است. از لحاظ آمار، تقریبا نیم از جمعیت جهان در قلمرو فدرال زندگی میکنند. توسعه یافته ترین کشورهای جهان نیز از این نوع نظام برخوردارند. فرانسه از معدود کشورهای توسعه یافته است که دارای نظام فدرال نیست، ولی همین کشور هم دو دهه پیش به این نتیجه رسیده که اگر بخواهد همتراز کشورهای اروپایی و آمریکایی به توسعه ادامه بدهد، باید تمرکز زدایی کند و اختیارات و صلاحیت‌های بیشتر را به معاملات واگذار سازد. به همین دلیل بعد از دو دهه تمرکز زدایی، امروز 2/3 صلاحیت‌ها در اختیار نهادهای ملی است و تنها 1/3 آن از پلیس اعمال می‌شود. البته هنوز هم در مقایسه با آلمان و انگلیس دو کشور همسایه خود با چالش‌های فراوان روبروست. از لحاظ تاریخی، فدرالیسم عامل اصلی یک پارچگی و تداوم ایالات متحده آمریکا شناخته شده و عامل عمده برای تحکیم دموکراسی در این کشور بوده است. بروس فرانان، استاد حقوق اساسی در دانشگاه اوهایو شمالی، به این نظر است که اگر در ایالات متحده فدرالیسم و نظام دوزبی حاکم نمی بود، نظام ریاستی متمرکز برای جمهور آمریکا ظرفیت تبدیل شدن به یکی از دیکتاتورترین رهبران جهان را میداد. از لحاظ کاربودی نیز به نظر می رسد فدرالیسم به نهادهای محلی فرصت ابتکار، تصمیم گیری و تمرین حکومتداری می دهد، به گونه‌ای که واحدهای محلی می توانند از ظرفیت، توانایی و سرعت عمل برابر با حکومت مرکزی برخوردار گردند. در مورد افغانستان، اگر نهادهای محلی در جمهوریت 20 سال از توانایی و صلاحیت لازم برخوردار می بودند، سقوط کشور که از ولسوالی ها شروع شد به سادگی به سقوط کابل نمی انجامید و در محلات مهار می شد. در مقابل، طالبان با محلی ساختن اداره جنگ و دادن ابتکار عمل و قماندانان محلی خود، دولت دارای سیستم متمرکز را با چالش‌های جدی مواجه ساخت، چنانچه بایزان شاه محمود میاخیل، سرپرست وزارت دفاع دوره جمهوریت، در یک مصاحبه رادیویی یکی از دلایل پیروزی طالبان بر دولت، بهره بردن طالبان از محلی بودن و غیر متمرکز بودن جنگ بود. در حقوق اساسی و دولتداری بر این نکته تاکید شده است که برای گزینش یک ساختار سیاسی باید گذشته تاریخی کشور مورد توجه لازم قرار گیرد و نظام جدید بر یک بستر مناسب تاریخی، فرهنگی و اقتصادی بنا گردد. با بیان دیگر، در جامعه دارای سابقه چند پارچگی و تجربه حکومت ملک و طوایفی و مسکن اقوام مختلف، نظام متمرکز هرگز پایدار نمیماند. نمونه گویای ناپایداری حکومت با سیستم متمرکز همین افغانستان است که از لحاظ نژادی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی اقلیمی متنوع‌ترین کشور در جهان به شمار می‌رود. آقای توماس بارفیلد، نویسنده کتاب تاریخ سیاسی و فرهنگی افغانستان، تاکید دارد که در افغانستان اقتصاد ملی در چند حوزه عمده اقتصادی صدها سال جریان دارد. امیران تمرکزگرای کابل این نظم اقتصاد ملی را نابود کردند و صرفا نظام اقتصادی با محوریت کابل را به عنوان تنها مرکز اقتصادی باقی گذاشتند و تمام تخم مرغ‌ها را در یک سبد چیندند.